اومدی بیرون مبلشستی آروم شدی. مامان با خنداش داره کاملا تایید میکنه که تو خونه خیلی شیطونی. حقیقا درسته؟ بله. شما چند سالتونه؟ من 14 سالم. شما چیکار میکنی؟ من درس درس میکنی؟ بله. تو که دیگه کار نمیکنی؟ من تابستون کارواشون میرم سر کارگری. چیلی کارواش؟ میرم کارگری. کجا کارگری؟ بنایی. چیلی دی؟ بلدی یعنی؟ آره. آفرین، تو بنایی بلدی؟ نه کارگری نگفتم، میرم بنایی. پس کارگری یعنی چی؟ چی کار میکنی دقیقا؟ آجر میدم، ملات درست میکنم. بازم میگم آفرین آفرین. الان به این فکر نکردی که مثلا بگی و اینا مثلا شاید بگن آقا کارگری میکنه رفیقات، بچه محلات، نمیدونم هم مدرسه یا بگم چی میشه؟ دم شما گرم ما رو سورپرایز کردین قربان. تو چه هم کنی؟ دیگه چند دقیقه خلاص رو زدم از همون شد دیگه اصلا. بله با قدرت گفتن دارم تابستان رو کارگری با صدی بشه خانواده شد عالیه. تو چه هم کنی؟ من فروشندگیم. فروشندگیم بعد یه روز زمین هم میدیم سر مدرسه با اینا. بله بعد از دوره اکثر چون دو سال جبران کنی در واقع. بله یا آخرش تقریبا داره جبران شد چند دیگه. شما خانم خودتون هم کار میکنی؟ نه خیلی. یعنی الان در واقع تأمین نیازهای خانواده با امین و احمده؟ نه به اون صورت، امین که به اندازه خودش در میاره هزینه این مدرسه و نمیدونم کتاب و لباس و بالاخره جوونم که هست دیگه بالاخره کم و بیش در جریانی به اندازه خودش. بله اینجوری به اون صورت نمیدونم، من چه بگم کمک نمیکنه، تا اونجایی که بتونه کمک میکنه، ولی اونجور نیست که به این راحتی با یه فروشندگی که بره دیگران فروشندگی کنی مای 400 تومن بتونه خرج سه نفر رو بده زندگی رو به سر کنه. خب پس در واقع شما منبع درآمد دیگه هم دارید؟ منبع درآمدم اون که من کلن خودم که بیمار هستم یه چشمم از دست دادم و به خاطر همین نمیتونم همه کاری انجام بدم. بعد پس پیشش امداد بودم که اونام حسم کردم و یه خیریه ای هست که این مقدار کمک من میکنه که به سر کمنم نمیرسه. بعد همین یارانت و دیگه چی بگم به قول معروف تقریبا میشه یه چیزایی هم به مستجر بخوریم هم که یه خونه ای داریم که سال به سال جا به جا نمیشه. خب این یعنی چی شد؟ این خیلی حساس شد میخوام بگم اینه که ما یه خونه این شوهرم خریده بود، بعد مثلا به نام خودش بود، به نام خودش و مامانش اینا بود، حدود 36-37 متره، یه اتاق کوچیک پایین داره یه اتاق کوچیک بالا داره. آها بعد یه خونه این نقلیه. حالا فعلا هست که متر وقت با مادرش باید دوام بشه بگه پاشو برو دیگه. ایشالله که همیشه باشه، ایشالله که امین و احمد کاری بکنن که خونه نقلی 36 متری شما بشه 360 متری. این کم و بیش این مقدار جدیدن یه دو ماهی هست که مثلا تو دوستان آشنایان همسایه ها جلسات میرم یه مقدار خصوصت میخرم مثلا میفروشم. نمیتونم چون یه چشم نمیبینه، یه دونم دو نمره دست دادم 8% بینایی داره، همه کار خدایش نمیتونم بکنم. یکی مثلا با پنجم بیشتر درس نخوندم، نمیتونم برم منشی بشم، نمیتونم برم نمیدونم مدیری بشید یا منشی فرقی نمی کنه. فرقی نمی کنه، کلن باید سواد داشته باشد. بکرم دمان بیشه جاسی نه خواهیش میکنم. بعد خلاصه به مو رسیده ولی کاره نشده. تو خونه شما یک چه کسی زور میگه؟ نه همه هم دیگر رو درک میکنیم. یعنی چی؟ زورگیریه مگه زور گفتن؟ آقا من یه سوالی دارم الان، فضای ما عالیه، تو خانواده ای که اینجوری در واقع با این شرایط خیلی سخت هم دارین شما زندگی میکنی بلد. که شاید الان تعدادی هم با شما به سرعت همزادپنداری بکنن، بفهمن، درک کنن شما رو که توی مملکت دارن زندگی میکنن. هنوز ممکنه یه عددی باشن که دارن برنامه ما رو به تلویزیون سیاه‌سفید نگاه میکنن. اصلا تعجب نکنید، هستن کسایی که تو مملکت ما اینجوری زندگی میکنن واقعا، حداقل من دیدم. و این تعدادی اصلا، که تعدادی اصلا،
یعنی مثلا میگن که خب حالا من ممکنه خیلی کمتر باشه با اینا، اما میخوام ببینم تو همین خانواده‌ای که به سختی اما با آبرو اما با عزت داریم زندگی میکنیم، این مدل درکی که میگین چجوریه؟ یعنی هم برای سلیقه همدیگه، هم برای نگاه های همدیگه، هم برای پذیرفتن شرایط مختلف همدیگه رو درک میکنیم؟ و آیا این خوشبختی تو این خانواده سه نفره وجود داره؟ نه همش جنگ، همش درگیری، همش دعوا. نه ما خدا رو شکر اگه نون خالی هم میخوریم، با بچه هم رفیقم، دوستیم، ایشون بچه های من، چون من مادرشون هستم بالاخره احترام به من میگذارن، من رو درک میکنن، بیمارم، من رو درک میکنن، من هم بچه ها من احترام بشه نذارن، احترام به من نمیذارن اینا. از این نظر حالا برسیم به ماجرایی که شاید شما رو متفاوت بکنه و قصه زندگی شما. شما ازدواج کردین، بعد از مدت ها خلاص فرزند به شما داد، تا در واقع وارد فاز جدیدی و مقطع جدیدی از زندگیتون شدیم که حالا درگیری همسر شما بوده با مواد مخدر و اینها، که حالا خیلی ما راجع به این موضوع چون چندین بار در برنامه مفصل و مفصول حرف زدیم کاری نداریم. اما قصه جلو میره تا اینکه بچه‌ها به دنیا میان، خدا رو شکر بچه‌ها یواش یواش دارن قد میکشن، تا اینکه شما متوجه میشید یک بیماری داریم که بیماری که اگر کسی از شناختی نداشته باشه تو مملکت ما چشاش گرد میشه وقتی اسمش رو میشنوه. تعریف کنیم برامون روزی که فهمیدید و بهتون گفتن. من سال 84 متوجه شدم که دچار اچ‌آی‌وی مثبت هستم، یعنی همسرم بیمار شدن، بعد ایشون رفتن دکتر و آزمایش و این حرفا گفتن اچ‌آی‌وی مثبت ایشون، بعد به ما هم گفتن که سریع بریم آزمایش بدید با بچه ها. هم رفتیم آزمایش دادیم، متاسفانه خودم هم اچ‌آی‌وی مثبت شدم. خدا رو شکر بچه ها انشالله همه بچه ها سالم باشن، بچه های من هم منفی بودن، جفتشون سالم بودن. فردا چون من اچ‌آی‌وی مثبتم، کنار دو تا بچه های گلم که اچ‌آی‌وی منفی هستن، یعنی اچ‌آی‌وی ندارم، با هم خوش و خرم زندگی میکنیم توی یه سقف یه اتاق 9 متری. حتی مونده نون خالی بخوریم، حتی مونده یه بار بوغلمون بخوریم، بوغله معروف. بوغلمون بوغلمون خوردیم؟ این من تعریف میکنم چون این قضی خیلی چیز عجبش بوغلمون چیز عجیبیه. دم افتار هم از همان برسه داره نگاه میکنم به وقتی صحبت بوغلمون شد. اون موقع بچه ها چند سالشون بود که شما فهمید؟ یعنی 84 چند سالشون بود؟ همین 14 سالش بود، احمد هم 9 سالش بود. به نظرم کوچیکتر بودن. نه دیگه همین الان همین الان 19 سالشه، 84 یه چیزی نزدیک به 8 سال پیش میشه. درسته تو 11 سال بوده احتمالا. من که نه، من حواسم رفته اونجایی که باباشون فوت کرده، اشتباه گفتم، جا به جا گفتم. یعنی موقعی که بچه ها بزرگ شده بودن احتمالا دوران شیردهی مادرم تموم شده بوده و کمترین در واقع احتمال کاری به میونه کلام شما کاری به شیردهی مادر نداره. مادر میتونه که مثلا اگه آگاهی داشته، الله دوستان من مادران هستن، ما یه انجمنی میریم اونجا مادرها جمع میشیم هستن که مثلا بچه همون شیر مادرم خورده ولی منفی خدا رو خب این یه نکته دقت بکنید. شما یه آشنایی با این دوستان دارم، ما چند سال گذشتم راجع به موضوع کار کردیم، منتها بزرگترین اتفاقی که باید بیفته اینه که کسایی که اصلا ما کاری هم به دلایلش نداریم و کسی هم حق نداره کنکاش بکنه در زندگی دیگران که چرا حالا مثلا دنبال این، چرا کسی که بیاد آسیب شناسی کنه علت و معلول پیدا کنه فوق العاده است، اما اولین اتفاق اینه که بره و وارد فضایی بشه که تو اون فضا هم تخصص دارن، هم اشراف دارن، هم آگاهی دارن. اتفاقا نکته که خیلی جمعیت کسی از مردم ما راجع به اچ‌آی‌وی مثبت راجع به ایدز نمیدونن و هنوز هم سری باورهای غلط وجود داره که من سعی میکنم تو این اندک مجال گفتگو حتما راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم. وقتی به شما گفتن اچ‌آی‌وی مثبت مرحله بعدی میتونه ایدز باشه، یه مادر دو تا بچه، یه زندگی سخت، یه همسری که سالها درگیر حالا مواد مخدر و تزریق و سرنگ و از این ماجراها بوده، این میتونه سقف همه آرزوهای شما رو خراب کنه؟ آیا نه، آرزوهامو خراب نکن،
من همسرمو که از دست دادم الان رشته کلام یه لحظه از دست آمد. وقتی به شما این خبر رو دادن چیکار کردی شما؟ اوکی متوجه شدم. شما اون موقعی که من متوجه شدم بالاخره طبیعیه دیگه، هر چه باشه اون موقع به قول معروف نه آگاهی داشتم نه هیچ چیز، اصلا نمیدونستم، اصلا نمیدونم ایدز چیه، اچ‌آی‌وی چیه. اصلا وقتی برام توضیح دادن اصلا موندم، اصلا خیلی ناراحت شدم، روحیم رو باختم، نمیدونم ناامید شدم، گفتم مرگ رو با خودم دیدم، گفتم یا فردا یا امروز منم دارم میمیرم، بچه هم که کازم همه چیزم نشه از مرگ بترسم، بسیار فکر بچه هم بودم، گفتم من میمیرم، عمری ندارم. خیلی ناراحت شدم، یعنی به طوری که چند روز اونقدر گریه کرده بودم که چشم اونقدر برم کرده و گاز نمیشد، حتی خیابون کوچه نمیومدم برای خرید. اینا بعد دیگه یه روز خواهرم اومد خونه گفتش که دید چشم خیلی برم، گفت چرا با خودت اینجوری کردی فلان. گفتم خب بابا میبینی من چه بیماری از دادشت گرفتم اینجوری شده اینجوری. گفتش که آدم چی بگم، آدم سالم هم میفته یه روزی میمیره، چرا تو این فکرا رو میکنی، چرا این فکرهای باطله میکنی؟ حالا میدونی چقدر علم پیشرفت کرده، شاید از خارج نمیدونم از کجا واکسنش اومد، داروش اومد، تو الان نشستی اعضا گرفتی داری میمیری. بلکو واقعا این حرف خیلی به من رو تکون داد و گفتم که راست میگه، اینم یه حرفیه، برای چه نشستم؟ حالا مردم هم که مردم که مرگ نمیترسم، ولی چرا خودم رو باختم؟ هیچ کمچن با خودم کنار اومدم، ولی خب نبه نه اصلا من نمیترسم، فقط نگرانیم همین دو ستر گلم هم. اصلا مرگ نمیترسم، هم الاخرش میخواییم بمیریم یارا، بترسید چه بترسید میشنبه مرگای عزیز جوانای خوب، آدم های خوب، انقدر آدم از مرگش رو باخبر میشه، چرا از مرگ آدم بترسید؟ شما خیلی کارتون درسته که هر ستتون از مرگ نمیترسید، اول و آخر آدم باید از خود. خب به شما این نهیب و زدن گفتن که خیلی خوب، حالا که مبتلا شدیم به هر دلیل به خاطر همسرتون و ماجراهای گذشته، برگشتیم به زندگی؟ اون موقع سریع بر نگشتم، بعد به یه انجمنی آشنا شدم، رفتم اونجا، اونجا خیلی روحیه و امید گرفتم واقعا. خیلی هم تشکر میکنم از رئیس و مسئولای اون انجمن، من حالا اسمشون هم بگم نگم نه، اگر زندگی شما تونستن نجات بدن حتما. بله آقای منصوریان ایشون رئیس اون انجمن هستن، طرفای انقلاب هم هست، با ما مادرایی که اچ‌آی‌وی مثبت هستیم کار میکنن، انواع دکترا میان، خیلی صحبت میشه اونجا، میریم قبلا جلسه‌هامون دوشنبه ها بود، الان چهارشنبه ها هست میریم اونجا، همه مادرایی که اچ‌آی‌وی دارن انواع و اقسام هستن، هر کدوم به طوری مبتلا شدن، میرم اونجا صحبت میکنیم، خیلی روحیه گرفتم، خیلی امیدوار شدم به زندگی. مردم هنوز خیلی راجبه زندگی آدم های امثال شما بدبینن و میترسن و حتی حاضر نیستن توی بسوله استودیوی اندازه ما، بعضی هاشون حاضر نیستن که چون فضا بایستن و نفس بکشن، برای اینکه هنوز نمیدونن که چقدر میتونن ارتباط داشته باشن با آدم های این شکلی که دوچار یک بیماری هن، مبتلا شدن به یه بیماری و الزاماً نه گناهکارن نه متهم، همین که اتفاقا خیلی از اینها مثل شما قربانی هستن. دوست دارم اینو بهم بگید که مردم چی فکر میکنن راجع به ماجرا؟ از همه مهمتر این سوال اول بپرسم، برای اینکه من خودم خیلی میخوام فکر کنم برای من مهم نیست، چون اینو میذارم پای ناآگاهیشون، اگه آگاه باشم فکر بد به سرشون راه نمیده. بعد دیگه که میخواستم اول من جواب میدیم، چون خود منم خیلی نگران بودم بابت این قضیه، بس که دیدم شما خیلی با صلابتی و هیچ مشکلی نداشته و خیلی اتفاقا اصرار داشتین خودتون باشین، بچه ها باشن، اما این سوال در ذهن خیلی ها ممکن الان پیش بیاد، چرا الان رو صندلی نشستی؟ و بچه هاتون که ممکنه میلیون ها بیننده شما رو ببینن و بگن این خانم دچار اچ‌آی‌وی مثبته. ای من الان اینجا نشستم که به مردم و هم نوعای خودم بگم، به کلا مردم بفهمونم که خب با اچ‌آی‌وی مثبت هم میشه زندگی کرد، اینقدر مثلا ننگ و انگ و تبعیض و اینا به ما ندارن اصلا. یعنی من خودم فکر نمی کردم یه روز دچار همچین بیماری باشم. اونایی هم که فکر میکنن یا ما رو به چشم بد نگاه میکنن، باید فکر اینجا بکنن، شاید چیزی خدا نکرده، من نمیگم مثلا اونا اینطوری باشن، ولی یه زمانی یه وقت میبینی آدم از هیچ چیز فکرشو نمیکنه به سرش میاد.
یه وقت دیدید چی بگم، اونا دیگه میذارم همه رو میذارم کنه آگاهی، حالا آگاهی داشته باشه.